کامران شهبازی ورزشکار بود و به ورزش زومبا علاقه داشت. کامران 36 سال داشت و نانآور خانواده بود. او نه تنها به زندگی و خانواده‌اش که به مردم و ایرانش هم عشق می‌ورزید و به این خاطر بود که در برابر ظلم و ستم سکوت نکرد و جانش رو برای عشق به مردم و میهنش فدا کرد. کامران در اعتراضات مردمی در قیام شهریور 1401 فعالانه شرکت کرد و شجاعانه برای پس گرفتن این خاک اسیر از چنگال دیکتاتوری به خیابان رفت. روز 8 مهر 1401 هنگامی که کامران در تهران سر از محل کارش برمیگشت مورد حمله ماموران حکومتی قرار گرفت. آنقدر با باتون به سر و صورتش و بدنش کوبیدن که بیهوش شد. او را به بیمارستان صفا منتقل کردند. پرستاران به خانواده کامران گفتند بر اثر ضربات باتوم قلب و یک کلیه او دچار مشکل شده. او 2 روز در کما بود و نهایتاً 10 مهر در بیمارستان درگذشت. ماموران حکومتی به شرط اعلام مرگ بر اثر ایست قلبی پیکر کامران را تحویل خانواده دادند. خاکسپاری او در بهشت سکینه کرج با حضور ماموران حکومتی و با تهدید به رسایی نکردن موضوع برگزار شد. اما مادر کامران قهرمان روز جمعه 20402 در مراسم 40 فرزندش اعلام کرد که کامران بر اثر ضربات باتوم ماموران حکومتی کشته شده. نام کامران در کنار صدها و هزاران قهرمان آزادی ایران ثبت شده است.